پیام عاشقانه خدا برای ما از 12 کتاب عهد عتیق دوم پادشاهان امروز چی میتونه باشه؟ از این کتاب تاریخی در تورات، کتابی که داره داستان سقوط و نابودی قوم اسرائیل رو برای ما تعریف میکنه، چه درسایی امروز ما میتونیم برای زندگی خودمون از این کتاب یاد بگیریم؟ لری کراب نویسنده کتاب 66 نامه عاشقانه با این جمله زیبا خلاصه میکنه پیام دوم پادشاهان رو برای زندگی دنیای خودمون. Failure is an opportunity, not a defeat. افتادنهای ما، ناکامیهای ما، یک فرصتی هست برای ما که درسای یاد بگیریم. شکست نهایی نیست. البته من یه مقدار تفسیری این رو ترجمه کردم، ولی بارها و بارها من و تو و مردان و زنان خدا در کتاب مقدس افتادن، در نافرمانی، در گناه، در بی‌ایمانی. ولی توی این افتادن هاست که ما درسای مهمی رو از خودمون، از خوبی و وفاداری خدا یاد میگیریم. پس به افتادن ها و سقوط ها به عنوان شکست نهایی زندگی نگاه نکن، بلکه به عنوان فرصت هایی برای درس های عمیق تر، برای درس های جدید تر از خودت و از خدای خودت. به شکست ها اینطوری نگاه کن. افتادن ها شکست نهایی نیست. افتادن ها موقعیتی برای یادگیری و رشد. درس خیلی مهم از کتابی مثل دوم پادشاهان. لری کراب اینطوری شروع میکنه این فصل و میگه خدایا چقدر ناامید کننده است. میبینیم افرادی مثل داوود که در اوج موفقیت و خدمت به تو در گناه افتادن. سلیمان در اوج قدرت و موفقیت توی گناه افتاد. بارها و بارها میبینیم مردان و زنانی که بلند میشن، اراده تو رو دنبال میکنن، ولی دوباره میفتن به خاطر وسوسه، به خاطر گناه، به خاطر شک و نافرمانی از احکام و اراده خدا. چقدر تو زندگی های خودمون این واقعیت، این چرخه رو میبینیم. چطوری میتونیم امید داشته باشیم علارغم تمام این شکست ها؟ و خیلی زیبا نویسنده میگه که تمام این شکست ها برای من و تو میتونه درسی باشه که تنها امید ما باید به پسر خدا عیسی مسیح باشه. خدا اجازه میده که بارها و بارها قهرمانان این داستان ها سقوط کنن که بدونیم که در واقع فقط یه قهرمان هست تو زندگی که میتونیم به طور کامل زندگیمونو به دستای او بسپریم و اون عیسی مسیح پسر خداست. و این سقوط ها، این نافرمانی ها داره ما رو آماده میکنه واسه کسی که قراره بیاد، اون پادشاه موعود، اون پسری که با وفاداری اطاعت میکنه از صدای پدر و خودش رو به خاطر من و تو فدا میکنه. پس امید ما به مسیح، نه به خوبی خودمون، نه به تقوا و مطیع بودن خودمون. امید ما به شرایط نیست، امید ما به دیگران نیست، امید ما به عیسی مسیح پسر خداست، این پادشاه موعود که از نسل داوود اومد تا حاکمیت خدا رو برقرار کنه. خیلی زیبا لری کراب صحبت رو جلو میبره، میگه تا زمانی که به آخر خطت نرسیدی به طور درستم یاد نمیگیری که توکلت به تنها صخره نجات باشه که عیسی مسیح. و یکی از حقایق بزرگ دوم پادشاهان اینه که گناه، نیروی شر و شریر فقط در بین افراد غیری نیست. اونایی که از خودی نیستن، اونایی که اسرائیلی نیستن، اونایی که متعلق به قوم خدا نیستن. شر و گناه از درون قلب تک تک من و تو عبور میکنه. خیلی وقتا مسیحی‌ها فکر میکنن که ما مسیحی‌ها همه خوبیم و همه مطیعیم و مشکل دنیا غیر ایماندارانی هستن که دارن اینقدر توی دنیا گناه و شر به وجود میارن. نه، اون نیروی شر و گناه، نیروی نافرمانی، اون نیرو در قلب من و تو هم هست، از درون افکار من و تو، احساسات من و تو، زندگی من و تو هم گذشته. و باید حواسمون باشه که تمرکز ما فقط به بیرون نباشه، بلکه به درون قلب خودمون، به درون شخصیت خودمون. و اینکه ادامه میده لری کراب، میگه که خدا داره اینو به ما میگه که من نقشم رو دارم در شرایط خوب و بد در تاریخ و در زندگی جلو میبرم. اولین و بزرگترین هدفت این نباشه که شرایط عوض شه، اطرافیانت عوض شن،
بله دعا بکن برای شرایط که به بهبودی حرکت بکنند، ولی بزرگترین انگیزه زندگی ما و هدف زندگی ما باید این باشه که خدا رو بهتر بشناسیم، اراده اون رو در هر شرایطی انجام بدیم، چه موقعی که خوشحالیم، چه موقعی که ناامیدیم، چه موقعی که همه چیز بر وفق مراده و چه موقعی که تو سختی‌ها و طوفان‌ها هستیم. بزرگترین هدف این نیست که تمام زندگی من به بهبودی کامل تبدیل بشه. بزرگترین هدف اینه که من خدا رو بشناسم، اراده اون رو تو زندگی اول بذارم، چه حالم خوب باشه چه حالم خوب نباشه. خیلی زیبا، حالا من همه صحبت ها رو تکرار نمی کنم، ولی لری کرب اشاره می کنه که از موقعی که گناه در باغ عدن اومد، انسان فکر کرده که بدون اینکه خدا رو تو زندگی اول بذاره میتونه خوشحال باشه، میتونه موفق باشه، میتونه خلاهای قلبش رو پر کنه. ولی واقعیت اینه که بدون اینکه خدا تو زندگی ما اول باشه، ما هیچ وقت در آخر اون لذت و رضایت رو تجربه نمی کنیم. بله میبینیم که بعد از گناه در عدن، تمام مردان و زنان خدا رو که خدا اونا رو انتخاب کرده بود، بلند کرده بود، شکست خوردن، افتادن، گناه کردن. ولی خدا با وفاداری داره کارش رو جلو میبره، نقشش رو جلو میبره. توی داستان دوم پادشاهان میبینیم که پادشاهان قوم اسرائیل، پادشاهان قومهای جنوب اسرائیل، چه اونهایی که مطیع خدا بودن، چه اونهایی که نافرمانی کردن، همشون از خاندان داوود بودن، چون خدا به عهدش وفاداره. خدا به عهدش که از خاندان داوود پادشاهی خدا ادامه پیدا میکنه. علی‌رغم شکست‌ها و افتادن‌ها، خدا با وفاداری داره نقشش رو جلو می‌بره. خدا وعده داده بود به داوود و خدا به وعده‌اش عمل می‌کنه. و حتی پادشاهانی که می‌بینیم که در عمق شرارت، در عمق ظلمت و گناه زندگی کردند، مثل منسا، حتی وقتی اون به آخر خط خودش رسید، توبه کرد و خدا توبه اون رو پذیرفت. پس همیشه امید هست. افتادنهای ما شکست نهایی نیست. خدایی رو میپرستیم که به ما همیشه فرصت میده که توبه کنیم و به آغوش او بازگردیم. به یاد داشته باش وقتی که داری دوم پادشاهان رو مرور میکنی، Evil is real and it is in you. گناه و شر واقعیه و این حضور گناه و شر در درون من و تو هست، ولی خدا نقشه داره، خدا وعده داده، خدا وفاداره و خدا داره نقشش رو جلو میبره، حتی توی افتادنها، توی بلند شدنها، و نقشش داره ما رو به طرف مسیح پسر خدا حرکت میده در این داستانهای عهد عتیق. امید من و تو به خودمون نباشه، امید من و تو به عیسی مسیحی باشه که میتونیم زندگیمون رو روی وعده‌هاش بنا بکنیم.